واحد 3 قزلحصار، قتلگاه یا زندان. زندانیان سیاسی زندان گوهردش پس از تعطیلی آن تماماً در واحد 3 زندان قزلحصار محبوس شدند. این واحد که از 8 بند تشکیل شده در بهترین حالت میتواند گنجایش 500 زندانی را داشته باشد، اما نزدیک به 2000 زندانی را بدون حداقل امکانات و در شرایط غیر انسانی در آن محبوس کردند. پس از تعطیلی زندان گوهردشت، مدیران، زندانبانان و زندانیان بخش‌های مختلف این زندان به قزلحصار منتقل شدند. زندانیان با اتهام قتل، سرقت مسلحانه و غیره، اغلب با احکام سنگین و اعدام نیز به آنجا منتقل شدند. در کنار بندهای اشکانه واحد 3 یک بند ام وجود دارد. این بند به شکل نعل‌اسبی ساخته شده که هر راه رو 15 سلول انفرادی دارد. سلول‌های انفرادی معروف به سویت هستند که زندانیان سیاسی در تبعید جهت فشار روحی و روانی و جسمی مضاعف به آنجا منتقل شدند. سویت یا سلول انفرادی جایی است که در واقع اعدامیان را جهت اجرای حکم چند روز زودتر به آنجا می‌برند که هواخوری و تلفن ندارد و از آنجا معمولاً سه شنبه به قتلگاه می‌برند. در فرعی‌های بند ام، زندانیان عقیدتی اهل تسنن بدون حداقل امکانات و در فضای محدود و در بسته محبوس شدند. اغلب آنها سالیان سال است که در زندان بوده و تعدادی از آنها منتظر حکم اعدام هستند. برخی حتی از دوران کودکی تا کنون در زندان به سر می‌برند. در تعدادی دیگر از این سویت‌ها زندانیانی که مثلا با هم درگیر شدند به صورت تنبیهی به آنجا برده می‌شوند. وقتی وارد سلول‌های دربسته می‌شوند، در صورت اعتراض مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار می‌گیرند. در راه روی همین سویت، حلقه‌های فلزی درون دیوار جهت قلو زنجیر کردن زندانیان وجود دارد. به این ترتیب که زندانی با دو حلقه، یکی به دست و یکی به پا، به صورت ایستاده دستبند و پابند می‌شود. از جمله مشکلات، مشکل قطع برق این زندان است. برق اضطراری وجود ندارد. در زمان قطعی برق، امکانات مختلف از جمله سیستم گرمایشی به طور همزمان از کار می‌افتد. قطع سیستم گرمایشی و آب گرم در فصل زمستان که دمای هوای منطقه اغلب زیر صفر است، زندگی در این زندان را بیش از پیش دشوار می‌کند. در چنین شرایطی درون واحدهای قزلحصار حتی یک داروخانه برای داروهای ضروری وجود ندارد و زندانی تنها در آستانه مرگ ممکن است حداقل امکانات پزشکی را دریافت کند، تازه اگر تصمیم بر حذف فیزیکی آنها نباشد که در مواردی بوده است. از طرف دیگر، چون بند ام فاقد فروشگاه است، عملاً تهیه غذا هم مقدور نیست. خلاصه در این ظلمتکده و بندهای وحشتناک آن، شرایط فاجعه بار نیست بلکه خود فاجعه است و به همین دلیل قحطگاه زندانیان شده است.